با چینل مگنت آموزش زبان برنامه نویسی پایتون خوش آمدید. بنده سمیع الله عثمان هستم با آموزش زبان برنامه نویسی پایتون. بحث امروز ما بالای لوپینگ تو در دکشنری است، یعنی ما چگونه میتونیم از لوپ ها، از فور لوپ در یک دکشنری استفاده کنیم. به خاطر از مثال قبلی استفاده میکنم، فورت لنگویج ها را کپی میکنم و لازمی مثال استفاده کنیم وقتی که هم در خواب بگیرم. بیاین یک پرینت هم بکنیم، پرینت کنیم فیوریت لنگ بیچاره. شما میبینید که ما یک دکشنری کامل داریم که در داخل از این نام افراد و زبان برنامه‌نویسی که دوزاره نه ناشا کردیم، خالد سیره دوزاره، فهیم پایتون دوزاره، به این شکل تا به آخر. خب چگونه میتونیم از یک فور لوپ در این دکشنری استفاده کنیم؟ شما خیلی ساده استفاده کرده میتونید، فقط نشان میکنید که فور، ببینید من نشان میکنم فور این قسمت پایینش، این طرف جای حتما میگن که جای متغیر است، این شروع خالی ماندین، بعد بالا زمین جای دو متغیر ما خالی ماندم. فور یک متغیر این فیورت لنگویج دات، ما یک میتود داریم به نام میتود آیتمز. میتود آیتمز چی میکنه؟ میتود آیتمز بر شما در هر دکشنری دو چیز خارج میکنه، یکی کی از او است، یکی ولیو است. یعنی که وقتی شما از میتود آیتم بالا یک دکشنری استفاده میکنین، برای شما دو خروجی را آیتم بیرون میکنه، یکی کی، یکی هم ولیو. پس بعد کی و ولیو را این طرف این در دو متغیر شما ذخیره کنین. فرضاً کی را در متغیر به نام کی یا که یا نیم، هر چی بخواین نشون کنه میتونین، نشون میکنم مثلا نیم، هر چی بخواین میتونین در یک متغیر ذخیره کنین. و همچنان این میتود آیتم جدا است کی از او ولیو از او را هم بیرون میکنه، ولیو از او را میتونین در داخل یک متغیر ذخیره کنین، مثلا متغیر به نام لنگویج. پس میتود آیتم در این قسمت که ما استفاده میکنیم در هر دکشنری دو خروجی بر شما بیرون میکنه، یکی کی از دکشنری، یکی هم ولیوی از دکشنری ده. کیش در داخل یک متغیر فرضاً به نام نیم ذخیره کردم، شما میتونید در هر متغیری را ذخیره کنید و ولیوی از او را در داخل متغیر به نام لنگویج یا لنگ ما ذخیره کردم، شما میتونید در هر متغیری که میخواین ذخیره کنید. خب پس دو متغیر ما استفاده کردم، نیم کاما متغیر دوم این فاورت لنگویج دات آیتم از میتود آیتم استفاده کردم و هر دو استخراج کردم، هم کی دکشنری را و هم ولیوش. حالا میتونم از این کی و از این ولیو هر گونه که میخوایم استفاده کنم. مثلا نشون میکنم که بسیار ساده استفاده میکنم، نشون میکنم که در اولش نیم ها پرنت شوه و همچنان در پایین از اونا لنگویج ها که ولیوش هست پرنت شوه و یک خطام اضافگی پرنت شوه. میبینین برای ما چه رقم پرند میشه؟ خالد، سی، فهیم پایتون، مونیر روبی، باسد جاوا و داخلش هم کی و ولیو، بخاطر که در دکشنری ما یک به نام کی و ولیو هم هست. بین امی متغیر های نیمه به نام کی تغییر بدیم و متغیر لنگ به نام به ولیو تغییر بدیم. شما بهتر ببینین چه رقم میشه. اینجا هم کی و اینجا هم ولیو. باز هم این شکل میبینیم که متغیر هم تغییر میکنه، مشکل نداره. اول کیش بر شما پرند میکنه، بعد از اون ولیوش و بعد از اون یک خط اضافی را. کیش بر شما یک مثال بسیار راحت از جان معلوم میشه. میبینیم که میتود آیتم چه رقم کار میکنه. یک مثال دیگه از میتود آیتم کار میکنم، راحت تر ببینیم چه رقم کار میشه. خب حتما روز قبل بر شما گفتم که شما چه رقم میتونین یک دکشنری خالی را بسازید، مثل که یک لیست خالی میتونید بسازید، یک دکشنری خالی را همین رقم خیلی راحت ساخته میتونید. فقط نامش را نوشته میکنید و دو تا قوس بزرگ یا براسیس و اون را خالی، این یک دکشنری خالی را بر شما تولید میکنم. حالا میتونم که با استفاده از دستای گذشته میتونم بعضی از کی ها ولی ها را اضافه کنم. مثلا میخوایم احمد را در ذخیره کنم، اضافه کنم 21. ما یک دکشنری ساختیم به نام پلیر ایج، پلیرز ایج، یک پلیر یک بازیکن نو به نام احمد دیز اضافه میکنم و سالش هم سنش هم 21 سال است. خب همین رقم یک بازیکن دیگه هم ذخیره میکنم در دکشنری خود به نام خالد و سن از این از فرزن 23 سال هم. بیاین یک بازیکن دوگام ذخیره کنیم شما خوبتر ببینین و
و تمیم است بازیکن و سن از یام است 19 ساله. خب ما ای کیها و ولیو ها را یعنی ای پلیر ها را در داخل پلیر ایچ ذخیره کردم. یک بار دیکشنری برای شما نشان میدم که چه شکل گرفته. میبینین احمد، خالد و تمیم با سنایشان در دیکشنری ما بسیار راحت ذخیره شدن. حالا میخوایم سنای از اینا را یعنی کی و ولیو از اینا را استخراج کنم از با استفاده از میتود آیتم. نشان میکنم فور، حالا بازم کی، بر کی که و بر ولیو وی مخفف میمونم. که و ولیو یعنی کی و ولیو این دیکشنری ما نامش چی است؟ پلیر ایچ، پلیر ایچ و دات آیتمز، دات آیتمز و بعد از اون دو نقطه. حالا میتونین از چیزی که میخواین شما جا پرینت کنین. مثلا نشان میکنم که پرینت کی اول نمایش داده شوه، بعد از اون کم که کنید میکنم با نشان میکنم H S و بعد از او دو نقطه میمونم و اینجا هم کانکلکونیت میکنم امرای سن از او که ولیو میشه. اینجا هم کی مخففش که بود، نیاز نیست من کی نشه کنم، کانکلکونیتش میکنم امرای وی و بازم یک نقطه هم داخلش میمونم و یک سلشن هم میتونم به خاطر از اینکه خط بعدی رو بره زیباتر شوه. شما میتونید که اینجا بره که ایره تایتل هم بسازین، میتود تایتل ها میتونه شما اینجا استفاده کنین و هر میتود دیگه که دوست دارین و ایره وقتی کران کنیم. خب یک مشتون وای است can only concatenate string not integer. بله اینجا ببینین ولیوی ما وی ما که ما ولیو رو میگیریم سنای از اینا، سنای از اینا چی هستن؟ انتیجر است. انتیجر امرای string concatenate نمیشه، پس یه باید از یک فنکشن به نام string استفاده کنین تا که ولیو رو string بسازه. حالا بر شما بسیار راحت احمد یک فاصله به شکل خب احمد H انگلیسی من اشتباه نشان کردم، اینجا یک به شکل اکسید نشان می کنم که زیباتر بیا. احمد H is 21، خالد H 23 و به شکل تمیمم 19. به شکل شما از با استفاده از میتود آیتم میتونید که کی و ولیوی یک دکشنری را استخراج کنین. بسیار ساده، اول نشان میکنین فور، بعد از یک متغیر برای کی ها یک دانه متغیر به نام برای ولیو ها بگیرین، بعد از او دکشنری نیم میگیرین، اینجا نشان میکنین، بعد از او دات میتود آیتمز استفاده میکنین، دو قوس و دو نقطه. بمی سادگی شما میتونین که هر دکشنری را کی و ولیوش با استفاده از میتود آیتم استخراج کنین به شکل بسیار راحت. خب اگر شما بگین فقط کی ها را خارج کنیم از دکشنری، ما به ولیوش نیاز نداریم، فقط کی ها خارج شوه، یالت هم کی و هم ولیو استخراج میشه. و اگر فقط کی استخراج شوه چی میکنین؟ بازم بسیار ساده، برای خارج کردن کی ها فقط شما از میتود کیس استفاده میکنین. این هم یک میتود پایتون است که فقط کی ها را بر شما استخراج میکنه. از میتود دات کی استفاده میکنین. چه رقم از این میتود استفاده میکنین؟ بازم فرضاً همون پلیر ها را اینجا داریم، از دکشنری پلیر ها استفاده میکنم، پلیرز میبینین که اینا هستن احمد و خالد و تمیم و میخوایم فقط و فقط کی های از اینا را بیرون کنم، یعنی فقط احمد خالد و تمیم اینا کی ها هستن درست و ولیایشان هم 23 و 21 و 19 سنایشان است و کی های ما را ممی نامای از این پلیر ها است. بین این کار را بکنیم، نشان میکنم فور، حالا یک متغیر به نام کی مثلا اینجا تشکیل میتین. شما میتونید هر متغیر استفاده کنین، ان دکشنری نیم، دکشنری نیم ما پلیر ایج است، دات کیس، حالا از میتود کیس استفاده میکنیم و فقط به این سادگی تمام کی های از این دکشنری به نام پلیر ایج ما دسترسی دارم به دست آوردم. نشان میکنم پرینت، خب امو کی هایشان دات میتونم تایتل هم بسازم اونا را دات تایتل و به شکل پرم میشه. بین در پیش از یک پیام هم نشته کنم، نشته میکنم که our players are و به شکل our players are احمد، خالد و تمیم. با استفاده از میتود کیس متانستم تمام کی های دکشنری پلیاریجا استخراج کنم به شکل بسیار راحت و به شکل بسیار ساده.
خب حالا ما شما با پایتون زیاد آشنا شدیم، بیاین یک مثال جالبتر کار کنیم. نشان می کنم که یک لیست به نام بیست پلیرز می سازم. بیست پلیرز و در این لیست نام چند پلیر مثل خالد و یک پلیر دیگه هم به نام نصیر دایی ذخیره می کنم و یک کود نوشته می کنم که اگر نام پلیر هایی که در دکشنری ما هست در بین 20 پلیرز باشه او را برای ما نمایش بده و بگه کی بهترین بازیکن ما هست. خب نشان می کنم به این شکل نشان می کنم که 4 حالا بازم یک متغیر به خاطر ذخیره ساختن کی ها مثلا به نام نیم این نام دکشنری ما 20 پلیرز 20 پلیرز نه پلیرز ایج بله پلیرز ایج بود نام دکشنری ما. پس 20 پلیر هم اشتباه نشته کردم پلیرز ایج دات به خاطر کی هایش کیز و دو نقطه پایین. حالا نشان می کنم که پرینت می کنم که فقط نیم دات تایتل فقط به شکل تایتل اینا رو نمایش بتم و اگر اف اگر امین نیمی که از دکشنری گرفته این نیم باشه در 20 پلیرز در 20 پلیرز این نام باشه اگر بود بر ما پرینت کنه که you are خب اول نامش بگیره بهتر از به نظرم نیمش اول بگیرم بعد از او ای را کنکه کنید کنم امرای یک پیام یک ما نشان میکنیم نشان میکنیم که you are our best player مثال راحت و داخل از این بیاین یک سلاش نام بتیم یک خط بعدی هم بذاره. خب با این کود ما چی میکنم؟ با این کود ما میتونم که بهترین بازیکن خودم اگر یک بازیکنی از داخل دکشنری پلیرز ایج در لیست بهترین بازیکنهای ما باشه او را به شکل جداگانه نشان بدهم. ببینین نشان میکنه احمد خالد وقتی به خالد میرسه چون خالد نامش در بیست پلیرز است نشان میکنه خالد you are our best player و بعد از اون نام تمیمه بر ما پرینت میکنه به شکل بسیار راحت. اینجا اگر از یک سلشتی هم استفاده کنم قبلا خوانده بودم یک تبام اضافه میکنم. خب اینجا کم که کنیتش کنیم به این شکل. خب احمد و خالد وقتی به خالد میرسه یک تب اضافه میکنم ای خالد you are our best player و حال نیاز به سلشن هم نیست. به این شکل میتونین که شما از یک FS admin هم استفاده کنین به شکل بسیار زیبای از اون. خب بیاین یک مثال دیگه کار کنیم. یک مثال قسمی کار میکنیم که از not in استفاده شده. ما مثال زیادی به in کار کردیم در اینجا و بیاین یک مثال از not in کار کنیم. خب اول پرینت میکنم دکشنری ما را. شما همیشه اینا رو ببینیم که یک دکشنری داریم. خب حالا ما پرینت میکنم میگم که اف یک نفر مثل محمود not in ببینین not in چه رقم کار میکنه. not in هم به شکل true و false خروجی میده. in ایره چک میکنه که محمود آیا در دکشنری است یا نه. اگر بود خروجی in true است، اگر نبود خروجیش false است. وقتی که شما not in استفاده میکنین not in هم چک میکنه که محمود در دکشنری است یا نه. اگر بود خروجی ازی false است، اگر نبود خروجی ازی true است. یعنی برعکس in کار میکنه. not in برعکس in کار میکنن. خب not in players age خب اگر نباشه برای ما پرینت کنه که محمود you are not our player. خب به این شکل یک مسیج کار میکنیم میبینیم که محمود در players age نیست. پس برش پرینت میکنه که محمود you are not our player. اگر نباشه true است و شرط پایینش اجرا میشه، اگر باشه false است not in و شرط پایین اجرا نمیشه. بین اگر این کار با احمد انجام بدیم با احمد چی کار میشه؟ هیچ عکس العمل نشان نمیده چون احمد در این دکشنری وجود داره. پس این شرط درست نیست و هیچ کاری عکس العمل انجام نمیده. اگر ما اینجا یک else هم اضافه کنیم پرینت میکنیم که نشان میکنیم که احمد
You are in our dictionary. You are in our you are our player. به شکل میبینین وقتی که احمد در لیست نباشه میگه احمد you are our player. ولی اگر من محمود اینجا نشته کنم بر ما میگه که محمود you are not our player. شما از not in هم میتونین بسیار راحت در یک دکشنری استفاده کنین. میبینین که ما چگونه نام دکشنری را اینجا استفاده کنیم و چگونه not in را استفاده میکنم و چگونه if را نشته میکنم و چگونه یک کاندیشن را اینجا چک میکنم. این در اصل یک کاندیشن است. شما میتونین به جای محمود not in بزرگ کوچک و هر چیز دیگه را میتونین اینجا چک کنین. بسیار راحت. خب ای خواه که ها بود در پایتون. چونه میتونین که ولیو ها را تنها ولیو ها را استخراج کنین. ما چند میتود کار کردیم. یک میتود دات آیتمز بود که دات آیتمز چی میکرد؟ خروجی ازی هم کی و هم ولیو بود و بعد از او یک میتود دیگه برام کیس کار کردیم که میتود کیس خروجی ازی فقط کی ها بود. حال یک میتود دیگه کار میکنیم به نام میتود دات values. دات values دات values و میتود دات values امو رقمی که شما مز میزنین فقط value ها را بر ما میتونه که استخراج کنه. بسیار زیبا و راحت. بازم از مو دیکشنری که قبلا ساختیم به نام players h استفاده میکنم و این بار فقط ولیو های از اینا را استخراج میکنم. یعنی فقط 21 فقط 23 و فقط 19 یعنی ولیو هایشان ولیو از اینا کمی نستند دیگه. ولیو هایشان ما شما استخراج میکنیم. نشان میکنم که 4 میتونیم ولیو ها را در یک متغیر به نام ولیو یا به متغیر به نام h یا هر چی که شما میخواین ذخیره کنین. for h in players h dot values و دو قوس خروجی. خب نشان میکنم که بیاین پیش از یک پیام نشان کنیم. نشان میکنم که print our players h h's are و بعد از او print شوه بر از نا تمام سن سال پلیر های ما. اینجا میتونم یک تکنیک دیگه هم کار کنم. نشان میکنم که end مساوی به خالی. این رقم بر ما در خط بعدی print یک سلشن ببینین چه رقم است. میتود print print وقتی که شما استفاده میکنین خودش یک سلشن اوتومات داره. نشان میکنم های. درست؟ نشان میکنم های و در پایین از این نشان میکنم یک print دیگه. نشان میکنم که boy boy. میبینین که پرنت اولی یک سلشن در خود اوتومات داره مستقیم به خط بعدی میبره و خط بعدی بای نشان میکنه. اگر شما از میتود مثل end و به شکل استفاده کنین همون خط بعدی نیست و اگر داخل از این قوس هر چی شما نشته کنین داخل همین چیزی که ما نشته کردیم همین اضافه میشه. ببینین من فاصله نشته کنم فاصله اضافه شد. پس از end شما میتونین استفاده کنین که یک خط اضافی را بر شما پرنت اضافه نکنه. میره استفاده کنم در این قسمت. خب حالا نشته میکنم در پایین print نشان میکنم که age خلاص دیگه age های از اینا print شوه و end هم مساوی به خالی و یک دانه فاصله یا یک دانه کامه میتونم کامه فاصله به شکل. ببینین our players age are 21, 23 و 19 به شکل بسیار زیبا و شما اینجا نمایش داده میشه. خب پس اینجا فهمیدین که با استفاده از میتود ولیو میتونین ولیو های یک دکشنری را استخراج کنین و این شب کاملا شبیه میتود کی و آیتمز است. من بیشتر بالای زی تمرکز نمی کنم به انشالله شما واضح و راحت میتونین که این را میتونین که بفهمین که چی کار میکنه ولیوز و درس های پایتون ما زیاد پیش رفته. میفهم که انشالله که اند من اینجا استفاده کردم شما ایره درک میکنین که چگونه کار میکنه و بیشتر بازی توضیح نمیدم. تشکر از اینکه با ما هستین. هر سوالی که اگه داشته باشین میتونین در کامنت ها نوشته کنین. چینل ما را حتما سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما را حتما لایک کنین. تشکر از اینکه با ما هستین و با ما باشین و پایتون یاد بگیرین.